سلام، با 180 ثانیه چهارشنبه 16 خرداد ماه همراه ما باشید. یک گزارش تحقیقی توسط سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا می‌گوید دولت اوباما به شکل مخفیانه به دنبال آن بوده که به طور موقت به ایران اجازه دسترسی به سیستم مالی این کشور را بدهد و مجوزی صادر کرده که ایران می توانسته مبلغ 5 میلیارد و 700 میلیون دلار از دارایی‌هایش در بانکی در عمان را از ریال عمان به دلار و سپس به یورو تبدیل کند. به گزارش ایرنا، شامگاه سه‌شنبه دو مرزبان ایرانی در درگیری با افراد مسلح در منطقه فعالیت هنگ مرزی سردشت در آذربایجان غربی کشته شدند. سفیر دائم روسیه در سازمان ملل متحد از توافقی خبر داد که بر اساس آن نیروهای ایرانی از مناطق جنوب غرب سوریه واقع در نزدیکی مرزهای اسرائیل خارج می شوند و پیش بینی شده که این توافق در روزهای آینده به اجرا درآید. ناصر مکارم شیرازی با بیان اینکه فضای مجازی به بلایی تبدیل شده است گفت دیدیم که آن فرد کارهای غیر اخلاقی را از فضای مجازی یاد گرفته بود و فیلم‌های مستهجنی در بین دانش آموزان پخش کرد. اشاره او به ماجرای تعرض جنسی یکی از کارکنان مدرسه‌ای در تهران به عده‌ای از دانش آموزان است. هدر ناورد، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تأکید کرد که ایران هرگز نباید اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کند. سخنان ناورد در واکنش به دستوری است که علی خامنه‌ای برای آماده سازی مقدمات افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم صادر کرد. وزیر امور خارجه فرانسه هم گفت همواره بازی با خطوط قرمز خطرناک است. اما رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفته در حالی که ایران از برجام نفعی نمیبرد، درخواست‌ها مبنی بر داشتن همکاری فعال‌تر در رابطه با پروتکل الحاقی خارج از موضوع است. وزرای دارایی و خارجه کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای از مقام‌های ارشد آمریکایی خواستند شرکت‌های اروپایی فعال در ایران را از تحریم‌های ثانویه معاف کنند و بر پایبندی خود به توافق هسته‌ای با این کشور تأکید کردند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در دیدار با بنیامین نتانیاهو، همتای اسرائیلی خود، در مورد برنامه اتمی ایران با او تبادل نظر خواهد کرد. سخنگوی خانم می گفته است که در ملاقات نخست وزیران دو کشور در روز چهارشنبه قطعا انتظار می رود که نخست وزیر بریتانیا موضوع ایران و بهترین شیوه برای جلوگیری از دسترسی این کشور به تسلیحات اتمی را مطرح کند.